بخشش رفته به حساب خانم ف که تمام رونمایی از وجوه واریزی متهم سید محمد امامی به حساب برخی اشخاص و هنرمندان در سومین جلسه دادگاه. بخشش رفته صرافی تبدیل به ارز شده. بخشش رفته با 4 دست چرخیده. بعد رفته به حساب مشترک خواهر آقای امامی و مادر آقای امامی داشتن به اونجا رفته. نماینده دادستان این رو هم گفت که این متهم مبالغی رو به حساب یک دختر 14 ساله و برخی هنرمندان که حتی با اونها قرارداد نداشته واریز کرده. گسترده از حساب این دختر استفاده شده. بخشش رفته به حساب اون دختر که از کارمندان آقای امامی است پدرش. بازیگران زن و مرد متعدد که قرارداد سینمایی هم با آقای امامی ندارن که من اسمشون رو فعلا اینجا نمیخونم. قهرمانی به جریان همکاری‌های امامی و مرحوم حمید حاجیان وکیل سابق یکی از محکومان همین پرونده هم اشاره کرد. وکیلی که در حین تحقیقات ما و وقتی ما می‌خواستیم ایشون رو برخورد قضایی بکنیم و سراغ احضارش بریم کشته شده. امروز وکیل امامی در دفاعیاتش ادعا کرد موکل شاکی نداره، که البته وکلای بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان طرح شکایت کردن. من فکر میکنم همکار محترم به جای اینکه وارد ماهیت بشن دفاع کنن و اساساً بپذیرن که موکلشون منابع بانکی بانک رو به تاراج بردن. موضوع شکایت ما هم تحصیل مال از طریق نامشروع از مجاری غیرقانونی، حیف و میل وجوه و اموال فرهنگیان کشور از طریق انعقاد قراردادهای سوری. ادامه رسیدگی به این پرونده و اخذ دفاعیات متهم امامی دوشنبه 21 مهر در دو نوبت صبح و عصر دنبال میشه. در این پرونده به تخلفات مدیران وقت بانک سرمایه و برخی تسهیلات گیرندگان این بانک در فاصله سالهای 92 تا 95 رسیدگی میشه. و اونطور که در کیفرخواست اومده، محمد امامی نقش مؤثری در چینش مدیریت این بانک طی این سالها داشته و بخشی از سرمایه های فرهنگیان به واسطه عمل کرده او از بین رفته. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.